وزارت داخله حکومت طالبان تصمیم گرفته است که زنان معتاد ولایت غزنی را به شفاخانه 300 بستر کابل انتقال دهد. مسئولین محلی در ولایت غزنی میگویند که این تصمیم به هدف درمان بهتر زنان معتاد اتخاذ شده است. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت غزنی میگویند که معتادان زن در این ولایت با دشواری‌های زیادی از جمله بی سرپناهی روبرو هستند. مدیریت مبارزه با مواد مخدر این ولایت میگوید که برای رسیدگی بهتر به وضعیت این زنان، وزارت داخله دستور جمع‌آوری و انتقال آنان را به مرکز داده است. در کورونا چهار وزارت غزنی ولایت امنیه کماندانی د نشی توک پرزید مبارزه مجریت یو پلان جوړ کړی دی. داغه پلان مخه سل شجی ان چې هغه بیا سرپناوی دی ماتادینی وی نو موږ غواړو چې دا شجی سره جمع کو د دې نمونه د پلان نمونه د میړه نمونه د فامیل نمونه ټول ولیکو په ورغه کې زره ځای پر ځای کو دا غو ټلیفون شماره واخلو او لاغنه بعد بیا موږ انتقال کو وزارت مواد مخدر ته چې معاینات دی نو آلت پسی است دو بستر که دیده پارازای جور سویدی نو د غزنی پنمایندگی بانی د سلول نپرو کنجای شلت است. خطروسمو یه ویش شدی داغش شدی پیدا کلی دی شاغه بیه معتادینی دی مرونا لری و چی شدی اگه سخت معتادینی دی. گلبیبی دوبار تجربه ترگ اعتیاد را دارد. او میگوید اگر مکان مناسب برای درمان وجود داشته باشد آماده تداوی است. ترگ خوی دیر خده یه چی دغسی جایی پیداسی چی سرائی پکی پریدی و دغسی جای نه چی فقط یوس زندان تای واچ واو اگه تگی خو چی لکسام جای پیداسی چی دی ترکول جایی بی اتی ولی سرائی ترگ خوی دیر خده داغ زوان دوست خدای که اول زوان مخو. به گفته آگاهان امور اجتماعی در کنار جمع‌آوری و درمان معتادان، حکومت باید زمینه اشتغالزایی را برای آنان فراهم سازد. ولی راه حل اصلی این نیست که ما تمام معتادین را جمع کنیم و برای از او یک زمینه ترک را فراهم کنیم. ترک اعتیاد تنها ترک مواد مخدر نیست. شما باید برای خاطر کسایی که از جامعه طرد میشوند یک زمینه کاری و زمینه اشتغال برابر کنین و اگر که نتونیم زمینه اشتغال را برای ازی قشر جامعه فراهم کنیم دوباره یا حتما به مواد مخدر رو میارن. بر بنیاد آمار اخیر نهادهای مسئول در ولایت غزنی همکنون بیش از 100 هزار معتاد در این ولایت وجود دارند که از این میان حدود 2500 تنشان را زنان و کودکان تشکیل میدهند. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.